اگه شب ها سیاهه اما چشمم به راهه، اگه اوضاع خرابه شاید این هم یه خوابه. اگه تنها نشستم دل به فردا نبستم، بیا بنشین کنارم که بی تو سرد و خستم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. اگه جایی نمونده همه راه ها رو بستن، نداری واسه موندن یا رفتن، اگه راهی نداره که اوضاع رو براشه، بیا تا هم صداشیم شاید از غصه رهاشیم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. قربون قد همتون، خوش آمدید، صفای قدمتون، قدمتون به چشم. بفرمایید پایشون، قربون محبتشون. الهی با امید تو گفت دوست دارم که کست دوست ندارد جز من، حیف باشد که تو در خاطر اغیار آیی. دوستان سلام، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر از این حال عالیتون از پس اون ماسک های کرونا به ما سخاوتمندانه هر چی میتونیم بدین. آیه گروه محترم بومرانی، بمب امشبتون آماده است؟ بله. خیلی خوبه، بسیار خوب. بریم به استقبال مهمان عزیز و گرانقدر امشب، بازیگری تمام عیار که در هر کاری که حضور پیدا میکنه به عیار اون کار خیلی خوب اضافه میکنه. مسلط، توانا، دوست داشتنی و خیلی چیزای دیگه. خانم آقایان، بریم به استقبال سرکار خانم پانتعا بهرام. صدای پای او، این همان ناهنگ پای او که جان آشنای او، آمدان امید قلبم که روی چشمم جای او، آمدان امید قلبم که روی چشمم جای او. امید قلبم که روی چشمم جای اوست، آمدان امید قلبم که روی چشمم جای اوست. به به،
سلام بر روی ماه شما سرکار خانم بحرام عزیز. زنده میشی؟ حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ خدا رو شکر بد نیست الحمدلله. خدا رو شکر همین که بد نیست جای شکرش باقیه. حتما خودتونم تلاشای زیادی در این راستا میکنین که بد نباشه دیگه. تقریبا بیوقفه فکر میکنم هممون بخش اعظمی از زندگیمون رو این روزا داریم میکوشیم که خوب باشیم. دیگه خیلی راحت نیست خوب بودن واقعا توی این اوضاع پر از بیماری و رفقایی که در واقع خوب نیست آدم برنامه رو تلخ شروع کنه. ولی واقعیت اینه که ما اینجا دارک چاکلت میفروشیم. تلخه ولی چاکلته. آره آخه چون توی این روزا واقعا باید کوشید که خوب بود. رفقا رو از دست میدی، بیمار میشن یا هر چیزی، اینا یهو یک شرنگی رو به کام آدم تلخ میریزه که اما خوبه دیگه چون برنامه‌مون راجع به رفاقت بیاد طرفای خوب بزنیم. شما چجوری میکوشین برای اینکه اوضاع رو خوب نگه دارین؟ برای اینکه خوب باشم یه خود رسیپی به ما میدین. ببین واقعیت اینه که یه وقتایی راه حلم فراره. فرار؟ آره. از چی؟ از افکار آزاردهندهی که فکر میکنم چارهی ندارم در موردشون میگریزم ازش. آفرین. یکی از فرارهای معقولانه به نظر میرسه. بله یعنی میبینم خب کاریش نمیتونم بکنم. اینه کارتونا هست ابر میاد رو سرشون اینجوری میزنن. این کارو خیلی تو زندگی انجام میدم، مدام دارم اینا رو پراکنده میکنم. کی براتون اون افکار رو داره هی به وجود میاره؟ از کجا داره اون افکار تولید میشه؟ آقای شهاب جان خیلی چیزا این ماجرا رو سبب میشه. یه خود اوضاع دنیا که کلن به هم ریخته هست و واقعیت اینه که ما به خاطر حرفمون شاید یک کمی حساس تر از بقیه آدم ها هستیم نسبت به همه چیز. میبایست جزء الزامات این کار اصلا. اصلا نمیشه نبود. نمیتونی درسی پیدا اصلا نمیتونی. مگه میشه؟ یعنی اولین اتفاق اینه که میگن خب این چه آدم بیرگیه، چه هنرمند بیرگیه که براش هیچی مهم نیست. اصلا خودت کجای زندگی وایستادی؟ من انقدر این روزا درگیر این ماجرا هستم شهاب جان. خیلی جذاب این ماجرا اتفاقا. که اصلا الان کجای زندگی خودم این سؤال هستم؟ سوال بسیار بنیادی. شخص من کجام؟ سوال بسیار بنیادینی که روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. آقا من خیلی به این گروه بمرانی حسودیم میشه. اینا همه همکارای من خیلی باهاشون بیشترتر از من رفیقن. از کجا این رفاقت؟ شما میشناسینشون؟ خیلی عزیزن. من بچه ها رو از کاراشون میشناسم. من بازیگری در من میل فروخورده یا آخه موسیقیه. من دوست داشتم نوازنده و خواننده و اساسا برام این بخش خیلی راستش هم جذابتر هم مهمتر بود تا قسمت بازیگری. ولی افتادم به این وادی یک جوری خودم رو شاید بتونم تو این طرف ارضا کنم ولی اون ور هنوز برام خیلی جذابه. دارم سعی میکنم گیتار یاد بگیرم. یه ذره بلدم، یه هنگ درام آره شوخی طوره ولی حالا خب. بنابراین نمیدونم یهو دیدین یه وقت اومدم اونجا بعدن گیتار نها بعدن ولی شاید بتونم بیام باهاتون گیتارم بزنم. دمتون گرم، خیلی با انرژی این واقعا بچه ها. آره، زنده باشین. قربونت. بزا تو یه دفعه کلات وردا ببینم تو چه شکلی عزیزم. چقدر تو قشنگی. آخه والا مردیم از بس تو رو با کلا دیدیم. تو چی؟ نه تو که کلا کاسکتت معلومه. تو چی؟ بردار پس یه بار خودتو ببینم. من خودم. چقدر قشنگ. به به زنده بار. سیسمون کلاس دیگه. ببین ولی یه چیزی داشتم قبل اینکه بیام تو برنامه. خب طبیعتاً به این فکر میکردم که همرفیق در واقع برنامه‌ای که مطلقاً قراره به این
به این کیمیا بپردازه دیگه. داری راجع به کیمیا حرف میزنی. داشتم فکر میکردم چه چیزی باعث میشه رفاقت انقدر چگالیش بالا باشه. یعنی حتی فکر میکنی از دوستی هم یه کمی غلیظ‌تره، یه کمی خوشمزه تر، مایش بیشتر از دوستی رفاقت. چرا اینجوریه؟ رفیق تو رو هیچ وقت قضاوت نمی کنه. یعنی اصلا مدام در حال این که هی از تو یه انقلتی بگیره، یه ایرادی بگیره، این چیه پوشیدی، این چه وضعی، این فلانه نیست. میدونی یکی از مهمترین ویژگی‌هاشه. سوالاتی که از خودش داره رو از تو میپرسه. حتی واقعا من چه میدونم اصلا. بعد با صدای بلند جلوی اون آدم فکر میکنی. یعنی رفیق آدمیه که تو با صدای بلند فکراتو بهش بگی. الان گفتی کلا، خب این ظاهره دیگه. یعنی الان ما میخواییم راجب چه اهمیتی داره اصلا این ظاهر وقتی تو رفیق یکی. بعدش هم من میخوام منبع این الهامات تو ببینم دیگه. از کله میاد دیگه، کله رو نشون بده داداش. و حال قشنگ جهان گفتم کلام برشم موام بد بود و اینا، گفت کدوم مو؟ یه روز خیلی جالب، ولات خدا تو رو خدای وقت به کسایی که به حال مو دارن و اینا جسارتی نباشه این حرف، ولی چون خیلی جالب بود یادم مونده. حسن ریوندی رو خدا حفظش کنه. این رفته بود نمیدونم کجا دکتر الهی قمشه‌ای رو در واقع دیده بود. بعد برگشت یه خندی مهممون میگه الهی قمشه‌ای. برگشت از آقای دکتر سوال کرد که آقای دکتر شما ناراحت نیستین سرتون مو نداره؟ آقای دکترم با اون ظرافت همیشگیش گفت کله یه جای، عقل یه جای مو. دوتاش نمیشه. خیلی جذاب. اون وقتا میگفتن چون میگم تو استثناء. نه گفت نه گفت. الان به شما توهین نشده، وقت بهتون بر نخوره. اون دوتا پر از موان. نه استثناءاتی هم راست میگن هست. نه والا اصلا بابا این نقاشی طبیعت روی آدم دیگه. اومدن بچه های گیریم گفتن که شهاب تو وقتی میخندی این کلتو میری پایین، این وسط های سر معلومه تاپیک ما پیک بزنیم این کار رو. من بابا ولم کن برای چه، خب من کچلم دیگه چیه؟ با من چیه؟ کچله دیگه، کچل خوشام موه دیگه. ولی اینو از قدیم برای خوشحالی کچلا میگفتن ها، میگفتن نه که خیلی فکر میکنن موهاشون میریزه. جدی میگم، اینو میگفتن. میگه اونایی که جالب بود، میگه اونایی که اینجاهاشون میریزه خوشتیپ میشن، اونایی که اینجاهاشون میریزه زیاد فکر میکنن، اونایی که همش ریخته فکر میکنن خوشتیپن. وای شما اون رسیپی رو بالاخره به ما ندید. آها یعنی نگفتید رسیپی این یعنی... که چجوری؟ سوال من بود که این ابرا رو کی تولید میکنه تو بالا کله آره. نه داشتم گفتم ابرا که هزار اتفاق این ابرا رو جلوی بالای سر ما تولید میکنه. اتفاقات روز، مسائل کاری، ولی برای من به شخصه این روزا یه برگردان دارم به همه گذشتم و این بیشتر ذهنم رو شلوغ کرده. از کجا شروع کردم؟ الان کجام؟ بقیهش رو قراره چیکار کنم؟ چون یه جوری میشه درجا زدن، درسته بازیگری به نوعی میشه گفت شاید ته نداره، ولی تو حرفه خودش میشه درجا زدن با توجه به محدودیت‌های ایران دیگه. این سواله که گفتین از کجا اومدم و اینا درباره حرفه دارین الان میگین؟ راجب همه زندگی چیز، راجب همه زندگی. خب که خب طبیعتاً حرفم جزءشه دیگه. بله این که اون که بخشی از زندگی، کجا آمدم، چه مسیری رو طی کردم و میدونی چی کار کردم که اتفاق خوشایندی هم هست الان برام در این که دردناکه. یهو شروع کردم به همه گذشتم، به همه باورهام، شاید باید اینجوری بگم شروع کردم به همه باورهام شک کردن.
بدون اینکه دوباره بازخوانیشون کنی شک کردی؟ اول بازخونی اینکه چی بود؟ این فکر چی بود؟ مثلا من ممکنه یه فقط اول شک کنم قبل از اینکه بازخوانیش کنم. نه، من بازخوانی شک. خب حالا بعد از شک چه اتفاقی قراره بیفته؟ هر چیزی که تا حالا بهش فکر میکردم، از اینکه فکر میکردم حرفم میتونه اتفاق مقدس و راهبردی مهمی باشه، و یهو یه جایی دیدم که خب من 30 خورده سال کار کردم ولی اتفاقات خیلی مثبتی رو شاید نتونستم اونقدر که تو رویاهام بوده رقم بزنم. خب برام ماشاءالله بهتون 30 خورده سال سن و سال نمیاد که فقط 30 خورده سال کار کرده باشید. این لطف شماست برادر، خیلی ممنونم. و یواش دارن دست میزنن، نه احتمالا خیلی شما حاضرین صادقانه بفرمایین چند سالتونه؟ من 50 سالمه. ماشاءالله یعنی اسفند ما 50 هم پر میشه در واقع. ماشاءالله. آره از یه خورده دست بی گوشت میخرین. نه منظورم اینه که یعنی فکر میکنم واقعا وقت این بازنگری بزرگ هست دیگه، وقتی بیوه تو این سنی در مرز نیم قرن زندگی هست. 3 ماه دیگه میشه نیم قرن و تو باید ببینی واقعا از کجا آمده ای و بهره چه بوده آمدنت. حداقل برای خودت بتونی یه نسخه بپیچی. اگه قهرمان زندگی خودم نباشم چجوری بعد میتونم انتظار داشته باشم؟ ببین خواه ناخواه آدم ها به ما نگاه میکنن، این یه حقیقته. حالا هر کدوممون با دوز خودمون با درجه خودمون هستن جوونهایی که واقعا چشمشون به دهن ماست، اینو نمیشه کتمان کرد. اینکه چه عکس العملی تو موقعیت و از خودمون نشون میدیم برای خیلی ها کنجکاوی برانگیزه. بنابراین خیلی مهمه بتونی اینا رو درست مزه مزه کنی، بگی، بدونی چی داری میگی. ساز مورد علاقتون رو من پس فرمودین شما، من فکر میکنم حدسمون درست. بسیار خوب، هم رفیق برگ سبزی تقدیم شما بکنه تحفه درویش. بفرمایید، خواهش میکنم. به 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 به. سلام عزیزم. سلام بانو. به به. دست درد نکنه نازنین، خیلی خیلی چسبید. بانوی خوشحس و خوشنواز، اسم شریفتون رو میفرمایین. مرسی، من نسیم میرجعفری هستم و خیلی خوشبختم که خدمتتون هستم. سلامت باشین. چند وقته با سازتون عجین هستین؟ خدمت شما بگم که من ساز اول و ساز تخصصیم کنترباس هستش و حالا سال هاست که دارم روی نوازندگی ساز کنترباس فعالیت میکنم توی ارکسترا و گروه های مختلف، و حدوداً 2.5 سال هستش که با هنگدرام عجین شدم و هنگدرام هم به خانواده سازهای من اضافه شده. رفاقتتون خیلی عمیق‌تر از 2.5 سال به نظر میرسید.
بله میدونین چون صدای هنگرام به شکلیه که انگار صداش داره از بهشت میاد یا صدای تو قصه هاست، یه حس اینطوری داره. به خاطر همین وقتی که من صدای هنگرام رو میشنیدم همیشه باهاش سری تصوراتی داشتم که خب خیلی قشنگ بود. وقتی که نواختنش رو شروع کردم اون تصورات قشنگ توی ذهنم بود و خب باعث شد که بیشتر باهاش رفیق باشم به قول شما. خانم انشالله که همیشه خوب و سلامت و برقرار و برمدار باشی. خیلی ممنونم. متشکرم. به افتخارشون خواهش میکنم. به حق کارایی نکرده. سکانس خاطر انگیزی در فیلمی در جایی هست که بگین به چقدر رفاقت زیبا تو این سکانس به نمایش در اومد؟ اتفاقا توی فیلمای ایرانی این خیلی هست، یعنی توی کلن تاریخ سینمامون بخوایی چرخ بزنی زیاد داریم. منتها خب معروف تریناش معمولا سکانس های آقای کیمیایی ان، یعنی اولین چیزایی که به ذهن آدم میرسه حداقل برای من اینجوریه. تا میگی رفاقت انگار که جزو اولین اسامی که تو ذهنت میاد مسعود کیمیایی. کدوم فیلم؟ هم گوزن هاشون اینو داره. ببین شاید یکی از چیزاش پررنگ تریناش برام تو فیلم دندان ماره که هنوز بعد این همه سال که من این فیلمو تو سینما دیدم تو ذهنم مونده. یکی از سکانساش تازه آقای صدیقی و آقای احمد نجفی همدیگر رو دیدن، اسامی چه کاراکترها خیلی یادم نیست، که آقای صدیقی رفته توی اتاق آقای نجفی برای اینکه اونجا حالا اونجا باشه و اینا. آقای نجفی چشماش ناراحته و اولین کاری که آقای نجفی در شروع این رفاقت میکنه اینه که قطره میریزه توی چشماش. عالیه. میتونیم ببینیم این سکانس رو با هم دیگه دوستان؟ خیلی صحنه سرد از گشنگی چرخ برده. میدونم که آو ببخشید. نه جان بگو. نه آخه اصلا ببینید چیزی که توی کارهای آقای کیمیایی خیلی دوست میدارم، خصوصا فیلم‌های پسین پیشینشون، این نگاه ظریفشون به سمبول هاست. این که تو وقتی داری ابتدای رفاقت، اولین ملاقات در واقع این دو نفره، تو وقتی قطره تو چشماش میریزی انگار که داری نور به چشماش میاری. این سمبول دوباره دیدن، درست دیدن چشم‌ها رو باید شستن و جور دیگر میشوری. اصلا جور دیگر باید با همین سمبول ساده میشد هر جور دیگه. شما خودت سالهاست داری کار میکنی، تو وقتی یه همچین سمبولی میاری قطعا پشتش فکر کردی که چرا قط با قطره ریختن آغاز این اتفاق باشه. این باعث شد خیلی روم تأثیر بذاره، جزو لحظه هاییه که به قول شما شستن، نور دادنه و بله. قشنگه دیگه. ببخشید داشتی یه چیزی میگفتی من نذاشتم حرف بزنم. عالی بود واقعا، رفتن از ظلمت به سوی نور. نور دقیقاً. دقیقاً این همون چیزیه که لازمش داریم، خصوصا برای رفاقت. توی رفاقت جشنواره رو جهت اکران فیلم‌های ایرانی در استکهلم راه اندازی کردن با نیت کمک به آموزش و پرورش بچه‌هایی که اینجا دسترسی در ایران دسترسی کمتری به آموزش کافی دارن. بله. جشنواره جالبیه. بله. یک بار ما دعوت شدیم اونجا و وقتی من رفتم اونجا در استکهلم اون موقع یه مسئله خبر روز بود، دادگاه نخست وزیر رو خواسته بود. نخست وزیر یک خانومی توسط دادگاه احضار شده بود و
گفتم ماجرا چیه؟ گفتن ایشون رفته خرید کنه از سوپرمارکت، به جای اینکه کردیت کارت شخصیشو بکشه قیمت اون اجناسشو حساب بکنه، کردیت کارت دولتیشو کشیده و ما رو گشتی سر کار. واقعا گفتم شوخی میکنی؟ گفت نه به خدا، الان موضوع اینه، موضوع دادگاه اینه. چرا خانم کردیت کارت دولتی در جیب شما؟ امانت مردمه. برای چی برداشتی شما اینو کشیدی باش چیپس و ماس موسیقی خریدی؟ نه بعد آخه خیلی هم تصویرشون رو میبینیم که چجوری سوار مترو میشن، چجوری قاطی مردمن. اینجا نه، اینجا متاسفانه اولین کاری که میکنن اینه که یک فاصله ای رو اول با مردم رعایت میکنن و تبدیل میشن به ما مسئولین و شما مردم. یعنی اول این تعریف رو بردار، اصلا چیزی به اسم اشتقاق وجود نداره، اصلا چیزی به تفکیکی وجود نداره، جدی میگم. خدا این واقعا خداوند این روح جورج اورول رو مورد رحمت خاص خودش قرار بده. در کتاب قلعه حیوانات وقتی که قوانین رو می نوشتن، اول نوشتن همه حیوانات با هم دیگر برابرند، بعدن اومدن نوشتن همه حیوانات با هم دیگر برابرند، اما بعضی از آنان از بعضی دیگر برابرترند. بله 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 عجب بابا. من میدونم که شما نزدیکترین دوستتون خواهر گرامیتون هستن. بله. که ایشون هم کارگردانی تئاتر میکنن، درست میگم؟ بله. نویسندگی میکنن. شما هم که میخوام یه سوالی رو بپرسم، ولی دلم میخواد ایشون هم تشریف داشته باشن، دو خواهر، ببینیم که زنده باشی. چه رسیپی میتونن برای این داستان به مادر بدن. خیلی خوب، بانو رکسانا. بله، زنده باشی خانم. آقایان بریم به استقبال سرکار خانم رکسانا بهرام. مردان آقا اینجوری بریم به استقبال بزن آقا. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، بین یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم، در گذریم با 7000 سالگان سر به سریم. حال شما چطوره؟ خوب، خیلی خوب. خدا رو شکر، خیلی خوش آمدید. ممنونم، متشکرم. خیلی خوشحالم که اینجا. سلامت باشین، خیلی ممنون. خواهر کوچکتر؟ بله. چند سال؟ حدود 4 سال. 4 سال. بله. نقطه شروع رفاقت؟ تو کام پانتی باید بگی. اولش من یادم نیست. ببین نزدیکترین کسی که میشد به عنوان یک رفیق انتخاب کرد در یک خانواده عاشق خواهره. من واقعا تا سالیان سال، یعنی به جرئت میتونم حتی بگم تا زمان دانشگاه هم، هیچ کسی به عنوان رفیق یا دوست صمیمی به جز رکسانا نداشتم. تا دانشگاه. یعنی هم کلاسیایی که آدم باشون معاشرت میکنه و اینا، خب همه بوده، ولی دوستی که به عنوان رفیق بتونه کنارت باشه با اون ویژگیایی که گفتم رکسانا. و دیدم خب این که همینجا هست دیگه، چرا هی برم دنبالش بگردم؟ یار در خانه ما گرد جهان میگردیم، چرا بگردم؟ وقتی هست انقدر نزدیک، انقدر صمیمی، انقدر دوست، انقدر میگم رو کلمه عاشقش به این دلیل تاکید میکنم که خانواده جزو ارکان مهمیه که من بهش باور دارم.
میدونی، یعنی شاید مهمتر، شاید که از نظر من قطعا مهمترین رکنیه که ما توش رشد پیدا میکنیم. هر گونه پراکندگی، عدم توافق یا عدم رفاقت توی خانواده میتونه بعدن در آینده آدم ها ایجاد فاجعه بکنه. ما از این خانواده عاشق میایم، به خاطر همین همه چیز از قبل بستر مهیا بود دیگه. بودو بله دیگه. بستر عشق بوده، بستر عشق ایجاد مهر و رفاقت. این بستر عشق مولدش کی بود؟ مولدش پدر و مادر؟ پدر و مادر قطعا. با چه ترکیب و چه فن و لمی؟ فن خاصی نبود، خودشون بودن دیگه. ما بچه از پدر مادر یاد میگیره دیگه، انقدر عاشق بودن و انقدر عاشقی رو به ما یاد دادن. من یادم یه دوستی یه بار خیلی سال پیش به من گفت میدونی مامان بابات بین تو و پانتا فرق میذارن، پانتا رو بیشتر دوست دارن. من درجا بدون که همین فکر... دو خواهر هستین؟ یه برادر. من درجا بدون که فکر کنم گفتم چه خوب، من اگر عاشق پانتا هم که هرچی هرکی بیشتر دستش داشته باشه من کیف میکنم. پاش چسبید بذاری در جواب من. چه دواب دندان شکنی؟ باره دندان شکنی. از این خواهری نمیتونی سنسات بخواهی. والا این چه سوالیه؟ آخه اصلا این چه حرفی بود که اون زد واقعا حالا، ولی از راضی بودم خیلی از خودم. نه واقعا آخه برای بعضی ها این سوال هست، چون تو همه جا این میزان صمیمیت ظاهرا وجود نداره. بعد بچه ها فرق دارن با هم، فرق دلیل بر بیشتر و کمتر دوست داشتن نیست. خب پانتی روحیش با من فرق داشت، پانتی از من خیلی سرکشتر بود همیشه، من چشمگوتر و مثلا حرف گوش کنتر بودم. بچه های سرکشتر انگار بیشتر مورد توجه پدرم توجه نمیگم عشق و علاقه، واقعا همه همون عاشقانه توجه میگیریم، جذب میکنیم، یک عجیب غریب میکنیم ببینیم. در جایگاه یه پدر مادر بچه سرکشه انرژی بیشتری رو طلب میکنه، طلب میکنه چیزی رو که میخواستی باید به دست میآوردی حتما، نصیحت و دلالت و هیچی کارساز تقریبا نبود. من گفتم الان نصیحت شاید خودم چون دوران طولانی اصلا حوصله نصیحت شنیدن نداشتم، شاید همونه الان میگم کسی رو نصیحت نکنیم. چرا چون آدم بهش بر میخوره میگه چیه، به شعور من داره توهین میشه، یا اینکه مثلا من خودم بهتر بلدم؟ نه همونی که گفتم، تا سرت به سنگ نخوره خودت این خونه رو نبینی باورت نمیشه اون صفر بود. اینو باید لمس کنیش. اگر عمر انسان 7000 سال بود، آره میتونستی همه چی خودت تا تهش رو تجربه کنی بفهمی خوبه یا بده، ولی تو این متوسط 70 سال واقعا یه خودت کم نیست وقت برای تجربه کردن همه چی. بعضی سنگای جوری آدم سرش میخوره دیگه پا نمیشه ها، خوب نمیشه. اون وقت چی کار کنی؟ نه هر سنگی آدم یه جوری پا میشه واقعا، فقط مرگی که چاره نداره. حالا پا نشین ریسکای عجیب کنین بگین فلانی گفت. نه کاری که جونتون رو در خطره تو رو خدا، اونا نه جونتون نه. البته که ایشون جونش هم به خطر انداخته، شنا بلد نبوده رفته وسط آب و جت اسکی و نمیدونم الان جاش هست اینو تعریف کنه یا نه، داشته غرق میشده، شنا بلد نبوده وسط دریا. چی فکر کردین خانم بهرام بدون شنا بلد بودن زدین به جت اسکی؟ فکر نکردم اصلا. حتی جلیقه هم نپوشیدین دیگه؟ نه جلیقه پوشیده بودم، ولی جلیقه به هر حال برای آدمی که هیچ ایده ای از شنا کردن نداره و یک دوره طولانی در زندگیش اصلا از آب میترسیده، حتی اون جلیقه هم همچین چیزه. و واقعا بعد صبحش هم متاسفانه گفته بودن که چند نفر غرق شدن و اصلا دریا امن نیست. آره. تا کجای خطر پیش رفتی؟ چون برای خودم پیش اومده. نه دیگه تا اینجایی که توی یه موجی این جت اسکی رفت بالا، من یه غریق نجات همراهم بود، این جت اسکی رفت بالا و اسلو موشن شد همه چی، یعنی اون لحظه قشنگ اینطوری این رفت بالا برعکس شد. لحظه افتادم فقط سرعت گرفت، من افتادم وسط آب و فکر کن به هیچ جا بند نیستی و فاصله زیادی با ساحل داری، یعنی نه انقدر
یک فاصله بسیار طولانی. بعد نمیدونم موجا چرا اینوری بود، داشتم میرفتم مسکو رفته یعنی دستم گرفته بودم به جلیقه، هی میدم من چرا دارم عقبی میرم، چرا هی موجا منو اینوری میبره. بعد شروع کردم دست و پا زدن، یه چیزای تو تصویرا دیده بودم، مثلا شنا کردن احتمالاً یه کارای اینجوریه، هر کاری میکردم برعکس میرفت. این دو سوار جت اسکی شد، با جت اسکی اومد سمت من و نمیتونست منو بلند کنه. من چسبیدم به بدنه جت اسکی عین مارمولک. یعنی اینجا بود که فهمیدم آدما تو موقعیت ترس چه قدرتایی پیدا میکنن. ببین باورت نمیشه جت اسکی اینجوری میره دیگه، من تا ساحل چسبیده بودم به این عین مارمولک، چسبیده و این اینجوری رفت تا ساحل. و ببین من تا ساحل بلند بلند میخندیدم، برای اولین بار تازه فهمیدم مثلا میگن این پانیک اتک و اینا چه حالیه، فقط میخندیدم. و وقتی رسیدیم این دوستمون میگفت تو منو مسخره کردی، تو شنا بلدی، همه این کارا بازی بوده. آخ این یکی از مشکلات ما بازیگراست. ببین درست جایی که با عمق وجودت داری راستشو میگی داری بازی میکنی. به خدا نه من داشتم میمردم، من از فرط ترس بود که اونجوری میخندیدم و فهم که وای خدای من نجات پیدا کردم، من نمردم. ما وقتی مثلا اگه یه بریم جنوب توی آب غرق بشه، در حال غرق شدن باشیم، بیایم بالا بگم من دارم غرق میشم، ملت میگن یله مؤسعلا. ما دارم خفه میشم یله مؤسعلا. نه واقعا شانس بردش که باورش نمیشه. میگم دو تا غریق نجات اومدن از دور گفتن جلیقه داره، رفتم آقا جلیقه دارم باشه، نمیدونم ایدز که ندارم، بیا نجاتم بده. هیشکی، یکی با قایق از پشتم رد شد گفت جلیقه داره، باز رفت. اصلا جلیقه به این معنا نیست که من الان قلبم داره از دهنم بیرون نمیاد، من همیشه پام رو زمین بود، اولین بار پام به هیچ جا بند نیست. یه همون موقع بود که خاصیت مارمولک بودن رو در خودم کشف کردم. بله این هم فرازهایی از خواهر من که. از کی شما تشریف آوردین به سمت تئاتر؟ والا من از بچگی هر کاری پانتاو میکرد دوست داشتم ادایش در رو. بعد دیگه تو یه جوری انگار نهادینه شد، علایقش علایق من بود، دوست داشتم. مثلا پانتی میرفت دانشگاه، تازه دانشگاه میرفت، من هنوز دبیرستانی بودم، تو خونه فقط منتظر بودم، اگه باهاش نمیرفتم سر کلاس های مبانی کارگردانی و اینا، تو خونه منتظر بودم بیاد واو به واو برام تعریف کنه چه اتفاقی افتاده. یعنی روزم شب نمیشد، زندگیم کاملا با پانتی میگذشت. چه موقعی که مدرسه هنر ادبیات میرفت باهاش میرفتم، کوچیک‌تر بودم، یعنی من بزرگ شدم تو اون فضا اصلا. و از یه جایی هم که گروه تئاتر امروز تشکیل شد، از بودم که پانتا بود و ریما رامینفر بود و محمد یعقوبی، من جزو اولین کسایی بودم که به گروه اضافه شدم. خیلی زیاد دستیاری کردم با کارگردانای خیلی خوب، واقعا تجربه کسب کردم، یعنی من تجربی در واقع تئاتر کار کردم. با همسرم هم که آشنا شدم و ازدواج کردیم، با هم دو تا متن در واقع نوشت و با هم کارگردانی کردیم، یکیشو تئاتر شهر اجرا بردیم، یکیشو حافظ. بعدم که درگیر بچه شدم کلن و نشستم میخود بچه بزرگ کردم، و دوباره که شروع کردم کرونا شد، دو تا کار تو دست داشتم در واقع که کرونا شد، و ایشالله داریم برنامه ریزی میکنیم برای کار تازه. چند تا همکاری داشتیم تا حالا؟ من با هم خیلی زیاد تو کاری که بود، من دستیار بودم، حداقل 15 تا کار بوده که پانتی بوده و دستیار بودم، یک کار خودش کارگردانی کرد که دستیار بودم، که الان همش میگم دوباره اون کار خواهش میکنم اجرا بدین، چون خیلی فوق العاده بود به نظرم. اون کار موزیکاله. آره یه کار موزیکاله که در واقع صرف پروژه فرش بود، موتیفای فرش، و خیلی خیلی کار فوق العاده بود به نظر. آره اون رو تو 3 تا فستیوال جهانی بردمش، هر 3 تا فستیوالم جایزه گرفت. آره اسمش چیه؟ آواژیک. البته بعداً به اسم میدین ایران ادامه دادیم. آره ولی یعنی خیلی کار موفق و دیدنی شد، چون که موتیفای فرشا رو در واقع من تبدیلش کرده بودم با کوریوگرافی به رقص. ان شاءالله شرایط بره. بچه‌هام که فوق‌العاده بودن و بله من مجبورش میکنم. حیفه واقعا. همه گرمی گرفت براش.
حمید سعیدی با حمید سعیدی بابت آهنگسازش گرمی گرفت. با یه گروه تشکیل دادم و آره اونجا یه گروهی چیز کردن کارهای دیگه‌اش، ولی اون آهنگساز در واقع این کار بود که دو سه سال پیش فکر کنم گرمی گرفت. با این آلبوم جدیدتون من این ماها فقط اونو گوش دادم، قهرمانی در کار نیست. کدوم؟ یعنی قهرمانی در کار نیست، یعنی همش، یعنی هر حالی که دلم خواسته با این آلبوم گرفتم. هم این کار قبلیاتون هم خیلی همیشه دوست داشتم، ولی سالها بعد این روزها رو با آلبوم احتمالا قهرمانی در کار نیست به یاد میارم. موزیک متنمه، خاطراتمه. رکسانا بانو کدوم ترک هیتتون؟ همین ترک احتمالا قهرمانی در کار نیست. بچه برو بریم. فوق‌العاده است. وای وای مرسی مرسی. که صبح نیومد و هوای خونه شب شد، دیدی که آسمون شب رو بی ستاره سر شد، دیدی ستاره ها رو، دیدی بهار ما رو، دیدی که بخت ما رفت و تنها گذاشته ما رو. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. ببین شکوفه ها رو سرما پکوند و در رفت، ببین پرنده ها رو حوصله‌شون چه سر رفت، ببین خیابونا رو خالی خونه ها رو، ببین که غم باز اومد و گرفته گونه ها رو. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. بیا که شام تارمون بی تو سر نمیشه، بیا که لحظه ها چرا بی تو به سر نمیشه. بیا شب از تو دوره، بیا که غم صبوره، بیا اگه نیای بازم فردا چه سوت و کوره. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر وای مرسی با 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 دمتون گرم واقعا ببخشید خوب نزدیم زیاد آماده نمید بیلدی حالا هی بگو این دیدنی ها چجوری به فکرتون رسید؟ وای
مگه میشه نفهمی؟ مجد مردود کسایی هستیم. خیلی نسل امروز این ملودی دیدنی ها خیلی یادش نیست. وای اصلا اوجش اونه. اصلا اوجش اونجاست. برنامه بچگی همون. آره. شما شما اینجوری میریزه پایین. که دیدنی ها بود یا زیاد تر شده؟ لا 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 لا. ولی چرا آسمانی در کار نیست و قهرمانی؟ اسم آلبومم میگه که احتمالاً. بله. احتمالاً یه فرقی با شاید و اینا داره اینه که یه ذره درصد نهش زیاد. آره ولی معلوم نیست. یه ذره فقط نه بیشتر یا مثلا میگه احتمالاً امروز بارونیه. منظور این که حالا میاد ولی حالا ممکنم نیاد. یعنی آره احتمالا 50-50 نیست، یه ذره چیز تره. آره 70-30. ولی واقعا هم قهرمانی در کار نیست. یعنی اتفاقا این سینما که مدت هاست واقعا خیلی در کار نیست. اینو من رو پرده سینما نه اون که قطعا نه منظورم ولی در پرده زندگی چی؟ خیلی جالبه. آدم اگه خودشو دوست داشته باشه دیگه مخ انجام یه خیلی کارا رو در شأن خودش نمیبینه. دقیقا. در شأن خودش نمیبینه دروغ بگه، در شأن خودش نمیبینه حسادت همینطوره. کنه در شأن خودش نمیبینه که بابا حیف نیست، حیف تو نیست. و این باعث میشه اتفاقا پس کلید طلاییش همین رفاقت با خوده که آدم میتونه تعمیمش بده به رفاقت. اصلا برنامه رو برای این درست کرده بودیم که آره که آدم اول با خودش باید رفیق باشه. و باور کن خیلی از مشکلات ما از همینجاست. به جرئت میتونم بگم ما اصلا حاضر نیستیم حتی با خودمون یه مدت طولانی تنها بمونیم. دیدی آدمایی که خیلی هی میخوان هی آدما بیان تو زندگیشون، هی برن بیرون، هی نمیدونم یه جای بیرون بچرخن. یکم با خود تنها شو ببین چی میگی اصلا. حالا برام یه دوستی داشتیم، یه شب بالاخره با هم یه سفر رفتیم. خب وقتی سفر میری دیگه تو اتاق یه اتاق بزرگ هتل گرفتیم و هم با هم بودیم. این شبا که می‌خواست بخوابه، من یه شب مچشو گرفتم. شبا که می‌خواست بخوابه اینجوری می‌کرد. ماش دستش گفتم خاک تو سرت، چه آدم نارسیستی هستی، هر شب قربون صدقه خودت میری عاشقانه. گفت دارم ازشون تشکر میکنم. گفتم چی؟ گفت از چشمم برای که امروز برام دید، از گوشم برای که برام شنید، از دستم امروز خیلی کارها رو برام انجام داد، از پام، از قلبم که وقتی من خوابم اون بیداره داره میزنه. اینا مرخصی ندارن. گفتم اینجور بودم راست میگی؟ آره تو هم امتحان کن ببین چقدر خوابت آروم و راحت میشه. جالب نیست؟ چه مناسک قشنگیه. یه جور سلوکه دیگه، اینجور اندیشیدن و اینجور به دنیا نگاه کردن. میگفت من خودم رو دوست ندارم، من این پیچیدگی وجود خودم رو دوست دارم. این که بابا این یه مش گوشت و استخون چجوری دارم با هم همکاری میکنن که من نفس بکشم پاشم. میگفت من از این دارم تشکر میکنم، از این قالبی که درش قرار گرفتم دارم تشکر میکنم. گفتم خیلی خرم، سوال دیگه ای ندارم. دور از جون بخواب، راحت بگی بخواب. آره نه خیلی درسته، نه درسته ما خودمونو دوست نداریم. خب ما از مردم عزیز خواستیم که ویدیوهایی رو در باب رفاقت برامون ضبط کنم بفرستم به بهترین و خلاقانه ترینش هم حامی مالی برنامه اپلیکیشن آپ برای که هدایایی بده. بریم برسیم به بخش ریخت و پاش برنامه ببینیم که امشب آقای عرب خواهد برامون چیکار کنه. بریم ویدیوها رو ببینیم. رفیق اون نیست که باش تو قرعه کشی 5 میلیون ببری. رفیق اونه که با 5 میلیارد هم عوضش نکنی. در مرام ما رفیقان نیست ترک عهد دوست. عهد با هر کس ببندیم
جان ما در دست اوست. هم رفیق دوستت دارم. یا عاشق میگه اگه اتفاقی برات بیفته میمیرم، ولی رفیق میگه اگه بمیرم هم نمیذارم برات اتفاق بیفته. سربت هم شد نذار باشون، تازه همونجا داره رفاقت شروع میشه. نیستی هم رفیق دوست ای دوست میاد تا غم نخفا خوری، یکم و ما شماری ما شماری، فردا کسیم بین فنا سر بسریم سر بسریم، روزا به هم بین فنا سر بسریم سر بسریم. نای 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 سلام. گروه عمرانی عزیز، خیلی مخلصیم. تماشاگران محترم و بینندگان عزیز، بفرمایید ما در خدمتیم. زنده باشید. تمامی بینندگان عزیز میتونن ویدیوهای خودشون رو مثل این دوستان با هشتگ هم رفیق من در اینستاگرام منتشر بکنن و ویدیوهای منتخب در اپلیکیشن آپ قرار میگیره. از طریق گزینه هم رفیق میتونن در نظرسنجی مردمی این ویدیوها شرکت بکنن و ویدیویی که بالاترین رأی مردمی رو بیاره از طرف اپلیکیشن آپ 20 میلیون تومان بهشون اهدا خواهد شد. نظر دو مهمان بزرگوار درباره یک هدیه 20 میلیون تومانی چیه؟ به کسایی که ویدیو میفرستن؟ خوبه؟ چون بعد بگم کم یا زیاد؟ نه باید یا نه. حستون چیه؟ 20 میلیون تومان هدیه خوبه؟ خیلی خوب. بله بله. ببین آره، حالا بیشتر نمیشد بدین بهشون. زندگی ها سخت شده. نه با پانتی، با توجه به طبقه‌ای که دارن فیلم ها رو میفرستن، مردمی که دارن، نه واقعا که نه، خیلی فارغ از هر چیزی، واقعا دستتون درد نکنه، هر آنچه که بتونه لبخند به لب آدم ها بیاره و دلشون رو شاد کنه ثوابه. پس میرسیم به این که هرچه از دوست رسد نیکوست. دقیقا یه عدد می رو بین 1 تا 150 می فرمایین؟ 250. صد تا 150. یک تا 150. یک تا 150. 99. 99. بانو جان شما چی؟ 128. 128 تا 99 تا این، خب اونجا 120 اونجا 90 تا اینجا میشه. سخت گفتی. میشه 210 تا. یه دونه 8. 227 داشتیم. 99 رو 100 بگیرین میشه 228، یه دونه کم 227. آفرین. چه میونبر باحالی رفت، راست میگه. ما ایمایی داشتیم میرفتیم. چند شد؟ 227. 227؟ بله. 227 رو تقسیم بر دو کنیم میشه چند؟ میشه 100 و چند و نیم؟ میشه 110 و نیم؟ نه 110 و 3 و نیم؟ 113 و نیم. 113 و نیم باز افتاد، اینجوری شد آقای عرب امشب، هم 113 رو باید بدی هم 114 رو. شما دستور بدید قربان، ما در خدمت شما این. 113 و 114. اه چه باحال، بغل هم نشسته بودم. به افتخارشون. الان چی میشه؟ الان میخوان بهشون جایزه بدن. خب اسم شریف. سلام، علیرضا سلیمی هستم. علیرضا جون خوش اومدی. خیلی ممنون. تو 113 یا 114؟ من 13. بده به 114. بقیه بگیر. سلام. با سلام خدمت شما حسینی. مخلصم. محسن عسکری هستم. کی عسکری؟ محسن عسکری. محسن جان شما معمولا آدم خوششانسی هستی تو زندگی؟ نه. امشب که خلافش ثابت شد. خوششانسی، انشالله از امشب کلید خوششانسی تو زندگیت میخوره. تو چی؟ آدم خوششانسی هستی؟ من خیلی خوششانسم که در برنامه شما هم دومی که بعد 11 سال خانم پانتها بهرام که در نقش مادرم بودن دوباره دیدمشون. جدی؟ بله. تئاتر کار کردی باشون؟ بله. نه، فیلم سینمایی. کدوم کار بودی؟ از این فاصله نمیتونم ببینم. فیلم سینمایی هیچ. هیچ؟ شوخی میکنی؟
عزیزم حالت چطوره؟ پسرم چه بزرگ شدی؟ بیا پایین پسرم. مهری مادره خالی چیزی نداشت؟ خالی چیزی نداشت؟ نه فقط تو حوض میرفت خیلی تو سرما. نگاه کن چه مردی شده برای خودش تو 11 سال. عزیزم خوبی؟ حالت خوب؟ چی کار میکنی الان؟ قربونت شما مرسی. چه کار میکنی الان؟ هیچی مشغولیم تا فعلا انشالله کاری چیزی بخوره دوباره. نه یاد پایین ببینیمش یه دقیقه. بیا پایین ببینیمش. بیا پایین. پسر بزرگت بود؟ پسر بزرگه بود؟ بذار ماسکشو برداره یادم بیا. تو سه تا بچه داشتی تو هیچ؟ آره دیگه من سه تا بچه داشتم. تو کدوم بودی؟ وسطیه بودی تو؟ آه نگاه کن ماشا چشات همونه خوبی؟ عزیزم نگاه کن. نه نه حواسم هست. فیلم بود؟ فیلم بود دنیا رو. آره نه یه بار خانم خیراندیش بنده خدا تا پای جان رفت سر این داستان. خواهش میکنم شما اینو تکیم. نه لباس شما رو هم این داستان همش تو حوض. حالا برای خودش مردی شده جانم. با هم شام خوردیم؟ من بچه بودم. آها شما بچه بودیم؟ با هم شام خوردیم؟ کجا؟ فیلم بود که داخل بیمارستان بود. بعد پایین که من حتی به شما یه دونه فیلم هم گفتم. گفتی یه دونه فیلم بود که داخل بیمارستان بود بغل هم شام خوردیم. بعد یه فیلمی هم گفتم از شما دیدم. گفتی منو تا حالا دیدی؟ گفتم بله من دیدمتون. یه دونه فیلم رو به شما گفتم که برای چی؟ گفتی زشته این اصلا سنده تو نیست. به مسخره گفتین. بعد با دوستانتون هم خندیدین. چه خاطره مفصلی هم داشتن با شما. به تو ما خندیدیم؟ ما نه ما اهل با هم خندیدنیم نه به هم خندیدن. با من شوخی کردین چون با هم داشتیم غذا میخوردیم. کوچولو بوده دیگه کوچیک بوده با شوخی کردین. غذا قرمه سبزی هم بود. جانم یه قرمه سبزی بود. ای خدا اون موقع 7 سال یعنی الان 18 سالته. خدا به خیر کن. آره ماما اون موقع 21 سالم. آها اون موقع 11 سالت بود. 7 سال 8 سالت بود. 7 8 سالت بود. عزیزم خیلی خوشحالم میبینمت مامان. تو رو خدا این شغل شغل جذابی نیست. یه وقتایی دیدیم مثلا مادر پدرها اینا که بچه هاشون دوست دارن بازیگرشن میان سراغ ما که مثلا بعضی هاشون حتی یه گرایی میدن که بگو نه بگو مثلا نیان تو این شغل بگو بره مثلا درسشو بخونه. بیا من به دست دادم. گفتم آخه رتب خورده من رتب کی کند وقتی خودم دارم اینقدر لذت میبرم چجوری به آدما بگم نیاین تو این حرفه یا کار نکنین. ببین چه کیفی داره واقعا. یکو سورپرایز میشی نازنینم. آدم گل پسرشو پیدا کنه. قربونت. دقیقاً همون بود. ستون اگه داشتی الان دور ستون. خب علیرضا جون خیلی ممنون. آقا میشه بالاترین میزان رو در نظر بگیریم برای پسر من؟ اختیار داریم شما دستور بدید. خواهش میکنم. پسرتون یه رفیق هم داشت امشب. هرچی میخواییم برای اونم بخواین چون دلش میگیره میسوزه. عزیز منی اون انقدر شانس نداشت که مامانشو اینجا پیدا کنه. آره اگه بشه برای جفتشون بالاترین لول و همین شادشون کنی برن با هم فیلم کوتاه بسازن دیگه. آره همین نفری 20 تومن رو به جفتشون 20 تومن 20 تومن بدین. چرا میذاشینش تو حوض آخه؟ آره باره در لباسشو در میآوردم تو حوض همش باشه اینجوری میکردن آخه میزان سلیم بود. اون میگه 20 تومن خوام برام میگه 20 تومن 20 تومن میگه چرا گذاشتی آره. تو خوب تو کلمه اون میال اره لکی پسرم حله حله برو حله. الان آقای هر اینجوریه خیلی برنامه سخت الان میره اصلا دیگه میگه خب تموم شد خدافظ. خیلی برنامه سخت شد اصلا معذبم من واقعا. معلوم از واسه من جای تو بودم برای برنامه آخر نمی اومدم. آره نمیام اونو که نمیام شه نمیام. آره نه خوشحالشون کنین که دل مام خوشحال شه حسابی. بفرمایید زنده باشید. خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که رتبه 1 کارت به کارت کشور در اختیار اپلیکیشن آب
یعنی شما از مبدا 33 بانک به هر بانک دیگه بخواید انتقال وجه انجام بدید میتونید از اپلیکیشن آپ استفاده بکنید. و نکته مهم اینه که خیلی از بانک ها مبلغی رو برای پیامک سالانه از مشتریانشون کم میکنن که کاربران اپلیکیشن ها میتونن این هزینه رو ندن و از طریق گزینه موجودی میتونن در هر لحظه از شبانه روز مانده حسابشون رو ببینن و دیگه نیازی به اون پیامک ها نیست. حتی یه سری از خریدها هم زیر 10000 تومان 15000 تومان پیامک نمیاد و میتونن باز هم از سرویس موجودی استفاده کنن. پس حتما از موجودی و کارت به کارت استفاده کنید و تا یک ماه آینده از زمان پخش این برنامه تمام دوستان عزیز اگر از اپلیکیشن آب کارت به کارت انجام بدن در قرعه کشی 33 میلیون تومان شرکت خواهند کرد. پس هر چه کارت به کارت بیشتری بزنید شانستون بیشتره برای برنده شدن 33 میلیون تومان. برای دوستان عزیزمون همونجور که میدونید ما بر طبق سرویسمون جایزه میدیم و به پاس حضورشون روشن کرد. همونطور که میدونیم ما بر طبق سرویسمون یعنی خارج از اون نمیدیم. یعنی الان من اینجا واسطه بودم دیگه. بعد یه چشم آره یه تفاوتی قائل شدیم. ادامه بدم برای سرویسمون دوستان بعد از این برنامه هر مبلغی رو که بتونن کارت به کارت بکنن سقف کارت به کارت رو ما براشون میریزیم که حالا ما نفری 1,500,000 در نظر گرفته بودیم ولی دستور دادید نفری 3,000,000 تومان به حسابشون واریز میکنیم به صورت 3 میلیون تا 20 میلیون خیلی فاصله شه. خدا بده برکت. چونه نزنن. با این به نظرم شورت فیلم نمیشه ساخت، شورتک فیلم میشه. حداقل نصفشو بده. حالا فیلما رو بفرستن شاید توی اونم برنده شدن دیگه 20 میلیون. فیلم با همین پول بره یه فیلم کوتاه بسازین راجع به رفیق میلیون که اینجا خب دو تا پیامم از خودتون ضبط میکنین میفرستین نفری 20 تومن اونجا میبرین. میشه 46 میلیون با 46 میلیون میشه یه فیلم خوب ساخت. آره یه را اونو دیگه آره با اون میشه یه فیلم کوتاه ساخت. من سقف رو شما دستور دادید دیگه 3 میلیون. بچا خوبه نفر 3 میلیون؟ ممنون مرسی عالی. تو چی؟ دستشون در نکن هرچه از دوست رسد نیکوست. دمتون گرم. باریک الله. واقعا این صحبت‌های قدما رو باید طلا گرفت و با طلا نوشت. گفت یکی از شاه قصه ها عاشق خربوزه بود و یه وزیری داشت که خیلی وزیره رو دوست داشت. هر وقت خربوزه میگفت بیارم بخوره وزیرش رو صدا میکرد میگفت بیا من عاشق خربوزم خربوزه با هم بخوریم و اولین قاچم که میبرید میداد دست وزیرش. وزیرش هم میخورد و میگفت به به چه چه در میان میوه های خوشمزه شاه سلطان است و شاه انگور است و سلطان خربوزه. بعد خلاصه یه روز صدا کرد وزیره رو یه قاچ خربوزه داد دستش و اونم شروع کرد خوردن و یه قاچم برای خودش زد و اولین گاز رو که زد خربوزه خود حالت دیدی که چه زهر ماری میشه وقتی خراب میشه. یه حالت اینطوری پیدا کرده بود شاه پف این چی؟ بعد نگاه کرد دید وزیره همینجوری داره میخوره چیزی بره خوش نمیاره. گفت پس تو چرا نمیگی که این انقدر گندی دست و بد طعمه و اینا. وزیر گفت من یک عمر از دست تو خربوزه شیرین گرفتم حالا یه بارم اینجوری شد چرا باید بگم. خیلی از ماها خدا مدام برامون خربوزه خوشمزه میگیره میده دستمون یه بارم تلخ داده دیگه ها. این قدرشناسی واقعا نعمت رو در زندگی واقعا افزایش میده. امتحانش کنیم ببینین چجوری چه اتفاقی میفته. قدرشناسی. و دم شما گرم. خیلی مخلص. اون بچه هم دمتون گرم که اینقدر. این هرچه از دوست رسد نیکوس انشالله چیزی باشه که از این برنامه استخراج میشه. خب دو مهمون بزرگوار دو خواهر عزیز در کنار خودمون داریم. شما براشون چی در نظر گرفتید؟ خواهش میکنم. واقعا باعث افتخار ماست که در خدمت شما هستیم. یک هدیه‌ای به رسم یادبود و یادگاری از سمت اپلیکیشن آپ و برنامه همرفیق خدمت شما تقدیم میکنیم. انشاءالله که بتونید استفاده کنید. سی ای خد جایزه نکشیمون. نه اینقدر یه تیکشه های حسینی. حالا بیشتر اینقدر یه تیکشه. برو بیار ببینیم چیه. خواهش میکنم. هرچه از دوست رسد نیکوست.
شوخی میکنی؟ واقعا؟ سابقه واقعنه؟ واقعنیه؟ بله، یک هدیه خواهرانه. شوخی میکنی؟ چه قشنگ. مرسی. تست کنی؟ من؟ من کنم. عالیه. شوخی داری؟ خب تو بیشین بشو راننده، من میشم کمک راننده. نه شما راننده. چرا من پشتم به تو باشه؟ خب پس بیا عقب. بیا عقب. شما بریم ببینم میتونی؟ اصلا پشت رو نداره ولی تو بیا بشین جلو. خب بیا عقب یکم. من بیام عقب. نه اصلا بریم ببینم که شما میتونین مشکل از فقط بچه ها میگم زنجیرش یه ذره این بار لقی داره. سید من نمیخوام به خدا فوش کنم. نه خواهش میکنم گل پشت رو نداره بفهم. تو رو خدا ببخشید. خیلی ولی باحاله. یک دو سه. بی برگردی من همونجایی که سوارم کردی پیادم کنیم دیدی نتونستی دور بزنیم ببین من دستام هم بیل میکنم نگاه کن آفرین واقعا آسونه آسونه بد نیست کافیه شما نخواهی رانندگی کنیم میخوایی تو بزنی؟ این یه جور هماهنگی میخواد در عین اعتمادی که تو به راننده داری چون آدم میخواد داره. خودش رو چرخ سوار کنه ناخودآگاه خودش هم میخواد فرمون بده آره دقیقاً ولی این فرمون اگه ندین راحت تعادلش هم تعادلشو به هم میزدم خیلی ممنون اعتماد شما به بنده مجبورم میفهمی چجوری میبرنشون وقت با به اینجا فکر کرده بودم با دیگه مشکل خودشونه با همین میرن خونه نه همونجوری که آوردن یه ذره سربالایی داره ولی با همین میرن نه الان که سرده ولی فکر میکنم با همون وسیله که آوردن با همون هم میتونن ببرمش یعنی کجا به جدا نمیشه میبرشون نیوردن با همون وسیله نه نه اون وسیله که ما آوردیم با همون وسیله هم دوباره میذاریم بله بله دلیوری میکنی دلیوری میکنی در خونه بله دلیوری میارن بیا خونه شما تو پارکینگ شما خوشتون اومد مرسی بچه‌ها خیلی واقعا جذاب بود خیلی واقعا خیلی خیلی غیر منتظره بگم خوشتون پس من سوار همین میشم میرم که میرم آره برو به سلامت دست باشه ها نه ببر 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 خدا بسیار رکسانه بانو پانتا بانو برای شما یک هدیه آوردن حدس میزنین که چی باشه چی توش هست اصلا نمیدونم فکر کنم یه زینت آلات باشه زینت آلات مثل گوشواره ای درست حدس زدم کارت تبریک باید بگم میدونه دیگه میتونی شما خودتون نه ولی واقعیت اینه که خب رفاقت و زندگی مشترکمون طبیعتا باعث میشه خوب بتونه حدس بزنه دیگه همینجوری خیلی دم دست یادت اینو کیفه رو ببین با این کجا بود عزیزم بگیرش ببین این کیف خیلی قدیمیه خیلی قدیمیه مال خود رکساناست خدا انشالله مادراتون رو براتون حفظ کنه مادر عادت داشتن که خدا روحشون رو قرین رحمت خاص زنده باشی چیزایی رو که ما فکر میکردیم بهشون بی توجه می شدیم یا هرچی مامان عادت داشت اینا رو یه جایی پنهان کنه و مثلا آخه. بعد از مدت ها بگه این یادته عزیزم این یادته
وقتی به من گفتین که یه چیزی برای رکسانا، رفتم سراغ چمدون مادر و شروع کردم اون تو گشتن که چه چیزی رو یکو رکسانا رو دوچار این حس نوستالژی میکنه و اینا. توش مداد چشم کوچولو میذاشتم. مداد چشم کوچولو. حالا کی هست آدم یازم داخل بزرگ شدم اینو مینداختم. مداد چشم میذاشتم. مداد چشم خیلی قدیمیه، یعنی فکر کنم مال 35 6 سال پیش باشه این کیف شادم بیشتر. آخه. بعد چیزای ریزم همیشه دوست داره. توشم یه چیزی. آره، عاشق چیزای ریز رکسانه همیشه. یعنی چیزی که کوچولوه کاملا دلشو شاد میکنه. اینم باز فکر میکنم اینم گردنبند خودت بود اگه خوب خاطرم باشه. یه پینوکیو کوچولوه. پینوکیو کوچولوه. گردنبند خیلی خوشگله. پینوکیو. آخه ریزه دیگه. خیلی کوچولوه. میتونیم ببینیمش. اصلا قابل رویت هست یا نه؟ خیلی آره، اینا خاطرات بچگی هست. فهم کم چقدر الان شیکم اینو مینداختم رو دوشم. پینوکیو واقعا یکی از عارفانه ترین و اصلا عجیب ترین داستانه. داستانش خلقت اصلا ماجرای انسانه. دقیقا پینوکیو و توسط یک کشیش نوشته شده، کارلو کلودی. بله، خیلی داستان قشنگیه و خیلی تو زندگی ماها این اتفاق میفته. یعنی این که تو یک دوره‌ای، من تیکه‌ای که پینوکیو خر میشه خیلی همیشه تو ذهنمه. وقتی خیلی غرق این میشم که چقدر همه چیز مثلا شادی بخش، یا میگم حواست باشه خر نشی یک تو این شرایط شادی بخش. و آدمایی که دورت هستن برای اینکه راهو ببرن به بیراهه، چقدر حواست به اون بیراهه ها باشه. ولی من شکم نهنگ برام همیشه جذاب تن بخششه و اینکه چجوری میام بیرون از تو شکم نهنگ، اون بخش ویژهشه برای من خیلی. آره، چقدر رفیق خوبش خوبه و بدش بد. هرچند زغال خوبم بی تاثیر نیست، ولی واقعا رفیق خوب آدم رو به عرش میرسونه و رفیق بعد آدم از سر همون فرشی هم که روش نشسته واقعا خارج میکنه. ببین ما خیلی وقتا روحمون رو یادمون میره. حالا من نمیدونم، فکر کنم گفتگومون یه ذره چیز شد، متول شد. روحمون با چی ارضا میشه؟ با رفیق دیگه. این وقتی میگی کیمیای سعادت، یعنی داره روح تو شاد میکنه. توی بنبستایی یهو از راه میرسه میکشتت از اون حال بد بیرون، گاهی دو تا سیلی بهت میزنه، از جا بلندت میکنه. در واقع داروی روح آدم رفیق آدمه و به خاطر همینه که هم سخت پیدا میشه، هم وقتی داریش دیگه فقط باید بذاری 40 ساله بشه. رفاقت و دوست داشتن همیشه عاقلانه است با بینش کامل و درست. یه فلسفه پینوکیو رو یادم رفت بگم، و چه بخشی که اشاره نکردیم اینه که رکسانا سالهاست کار عروسکی و کار حالا هم عروسک بزرگسال هم عروسکی، چون تو ما میگیم عروسکی همه یاد کارهای کودک و مثلا نوجوان میافتن، ولی اتفاقا کار عروسک بزرگسال بیشتر رکسانا انجام میده. یه خود شأن نزول این اونم بود، این پینوکیو در واقع اشاره به اون از اینکه دوستان پرسیدم سمبل رفاقت به نظر تو چیه؟ گو من رفاقت رو همیشه از دوتا دستام یاد میگیرم. دست. گفتم چطور؟ گفت وقتی میری میشوریشون نگاهشون کن، این داره آلایندگی های اینو پاک میکنه و اون داره آلایندگی های اون یکی رو پاک میکنه. این خودشو نمیشوره، دستش نمیرسه به پشت خودش، این میتونه پشت اینو بشوره. بله. و اینم همینطور در نهایت جفتشون تمیزه. چقدر جالبه که رفاقتات این شکلی باشه. بله واقعا خیلی مثال خوب، خیلی مثال زیبایی بود. بریم سراغ تقدیم تندیس برنامه همرفیق به دو خواهر عزیز و دو رفیق صمیمی و شفیق.
خانم بهرام همرفیق این تندیس رو به نمایندگی از مخاطب خودش که همواره شما رو دوست دارن و همواره وجود شما براشون عزیز و ارزشمنده با مهر و عشق و یک دنیا آرزوهای خوب تقدیم به شما میکنه. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. خیلی خوشگله. به همراه انگشتری مزین به نام یگان رفیق که از خواهرتون خواهش میکنم به نشانه ثبات بیش از پیش این رفاقت انگشت شما بکنه. خوشگله عزیزم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، خیلی خوشگلن، خیلی بانو رکسانا، خوش سلیقن بچه های برنامه ساز. این تندیس رو با محبت و عشق و کلی آرزوهای خوب به شما از طرف همرفیق تقدیم میکنیم و همراه انگشتری مزین به نام یگان رفیق که از شما خواهش میکنم به انگشت خواهرتون بکنیم. قربونت برم عشق منی، یه بوسم بده. البته اینا بعدا اگرم اندازه نباشه دوستان تمهیداتی نه اندازه نه این انگشت و وسطمون اندازه باشه. آره نه این نگین فیروزش که خیلی خوشگله، بسیار خوش سلیقه. این این منو یاد مثالی که شما زدی خواهد انداخت. تا همه تعریف میکنیم. آره و یادمون میمونه برنامه خوشموج مثل خودت، مثل مجری نازنینش، کارگردان نازنینش. نیازی به تعریف از شما نیست آقای حسینی. اگر چیزی نگفتیم چون از حرمن از شمسه انقدر خوب و خوشموجین که به من واقعا خوش گذشت. اینو جدی میگم. خدا رو شکر. خیلی رفیقانه بود همه چیز کاملا. زنده باشی و سربلند همیشه. سلامت باشی. این به خاطر گل حضور این عزیزانیه که خیلی ما مخاطب وجود میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. مستمعین ما عالی هن. به افتخار خدا حفظتون کنه. سلامت باشی. و همینطور در خونه دستون بنده ببخشید. خیلی ممنون دوستان. در پناه لطف خداوند باشید همواره و همیشه. همیشه. تا هم رفیق بعد. یا علی. مرسی بچه ها. دل تنگم نمیدونی یه شعر کامل به نظرم که بلند میخونم تو دلم تا برگردی پیشم. بیرنگم نمیدونی وقتی دور فاصله باید برم اونجا که تو باشی کنارم تو شب تارم. میشه فردا روشن اگه باشی همیشه با من که باشی با غم ها دشمن بده دست تو به من. باشی همیشه با من که باشی